سلام و درود به همراهان همیشگی درنگ. ممنون که ما رو دنبال میکنید. امروز قصد داریم درباره خواص انواع گوشت صحبت کنیم. برای شناخت خواص انواع گوشت بهتر است با انواع آنها و مضرات و مزایای مصرفشان آشنا شویم. پس باید بدانیم که گوشت به بافت‌های عضلانی و اسکلتی حیوانی اطلاق می‌شود که برای مصرف غذایی مناسب می‌باشد. دستبندی گوشت‌های مصرفی به این شکل است. 1. گوشت قرمز. گاو، گوسفند، گوساله، بز و شتر متداول‌ترین نوع گوشت‌های قرمز مصرفی هستند. 2. گوشت طیور. به گوشت پرندگان اهلی اطلاق می‌شود و شامل مرغ، بوقلمون، مرغابی و قاز می‌باشد. و 3. گوشت دریایی. گوشت انواع ماهی‌ها و میگو در این دسته قرار می‌گیرد. گوشت مهمترین منبع تامین پروتئین است. درست است که بعضی منابع گیاهی که فراوانتر و ارزانتر نیز هستند سرشار از پروتئین می باشند، ولی پروتئین گوشت نسبت به پروتئین گیاهی ارجحیت دارد، زیرا پروتئین موجود در گوشت دارای مقادیر زیادی از اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بدن می باشد. همچنین گوشت منبع مهمی برای تامین آهن، روی فسفر، سدیم، کلر و منیزیم نیز می باشد. منبع ویتامین های گروه B به ویژه ویتامین های B2 به شمار می رود و دارای ویتامین B12 می باشد. بعضی افراد تصور می کنند با مصرف مکمل می توانند کمبود مواد مغذی را در بدنشان تأمین کنند، اما این افراد در اشتباهند، زیرا دریافت مواد مغذی از طریق غذای طبیعی بسیار کامل تر و بهتر از مکمل هاست. همچنین گوشت دارای مقدار زیادی چربی حیوانی است که منبع مهم انرژی بدن است. آهن موجود در گوشت یا آهن هم کیفیت بالایی دارد و به راحتی جذب بدن می شود، در حالی که آهن موجود در مواد غذایی گیاهی مثل غلات و سبزیجات کمتر جذب می شود و 90% آهنی که وارد بدن می شود به هدر می رود. ناگفته نماند که آهن موجود در گوشت قرمز 2 برابر مرغ و ماهی است. غذاهای گیاهی نیز دارای موادی مثل اسید فیتیک های موجود در غلات، حبوبات و مغزها و پلیفنول های موجود در سبزیجات هستند که از جذب آهن جلوگیری می کند. روی موجود در گوشت. گوشت یکی از منابع مهم روی محسوب می شود و حاوی ترکیباتی از روی می باشد که قابلیت جذب بالایی در بدن دارند. کمبود روی نیز با عوارضی از قبیل اختلال در رشد قدی و قوای جنسی، اختلال در رشد جنین، سقط جنین و کم اشتهای همراه است که در بسیاری از زنان و نوجوانان قابل مشاهده است. در مورد افراد گیاهخوار، خصوصا نوجوانان و کودکان گیاهخوار، امکان بروز کمخونی، کمبود انرژی، دردهای شکمی، نفخ و مشکلات هضمی و کوتاه قدی وجود دارد. حتی گیاهخوارهای سابقه دار هم معتقدند مصرف مقدار کمی از آن برای بدن لازم است، زیرا گوشت کمچرب منبعی فشرده و کم کالری از مواد مغذی حیاتی است و مصرف آن برای نوجوانان ضروری است. گوشت ماهی نسبت به سایر گوشت‌ها از ارزش غذایی بالاتری برخوردار است. پروتئین حاصل از غلات سالم دارای تمام اسید آمینه‌های مورد نیاز بدن برای رشد و نمو است. به همین دلیل گوشت آبزیان برای تامین نیازهای روزانه پروتئین اهمیت بسیار زیادی دارد. در گوشت ماهی بافت پیوندی کمتری در مقایسه با سایر گوشت‌ها وجود دارد. می‌توان گفت گوشت ماهی کامل به وسیله بدن جذب می شود. به همین دلیل است که در بسیاری از بیماری ها خوردن گوشت ماهی توصیه می شود. ماهی ها و خصوصا ماهی دریایی دارای چربی امگا 3 هستند که نقش مهمی در جلوگیری از سکته مغزی دارد، زیرا از لخته شدن خون در عروق جلوگیری می کند. غذاهای دریایی میزان کلسترول خون را کاهش می دهند. ماهی به دلیل برخورداری از مواد مورد نیاز بدن مانند آهن، کلسیم، ویتامین ها و پروتئین ها بخش مهمی از رژیم غذایی را تامین می کند. اسکیموها با وجود مصرف مقادیر بالای چربی و پروتئین به بیماری های قلبی دچار نمی شوند و این تفاوت به علت نوع چربی مصرف آنهاست. چربی ماهی و محصولات آبزیان غیر اشباع است، در حالی که چربی موجود در گوشت قرمز و حتی گوشت سفید طیور به طور عمده چربی های اشباع شده است. چربی امگا 3 سبب کاهش میزان چربی خون می شود
و نقش ضد سرطان دارد. مقادیر امگا 3 موجود در ماهی‌های دریایی بیشتر از ماهی‌های رودخانه‌ای است. از طرفی میزان چربی ماهی‌ها و سایر آبزیان در مقایسه با گوشت قرمز بسیار کمتر است. بیشتر ماهی‌ها کمتر از 5% چربی دارند. فقط چربی گوشت مرغ بدون پوست مانند ماهی است. و اما مضرات مصرف زیاد گوشت قرمز. مصرف زیاد گوشت قرمز احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهد. کسانی که بیشتر گوشت قرمز و گوشت‌های فراوری شده مانند سوسیس، کالباس و ژامبون مصرف می‌کنند، در مقایسه با سایر افراد بیشتر با خطر ابتلا به بیماری‌های خطرناک قلبی و سرطان مواجه هستند. همچنین گوشت یکی از منابع اصلی چربی اشباع شده است که با ابتلا به سرطان پستان و سرطان روده بزرگ ارتباط مستقیم دارد. مواد سرطانزا در طول پخت گوشت قرمز با حرارت بالا تولید می شود. به غیر از سرطان روده بزرگ، به نظر می رسد که مصرف گوشت قرمز خطر ابتلا به سرطان پانکراس را افزایش می دهد. ترکیبات نیتریت که در کارخانجات برای دوام بیشتر مواد غذایی و گوشت اضافه می شوند سرطانزا هستند. سکته یکی از منابع اصلی چربی اشباع شده است که مهمترین عامل ایجاد کننده امراض قلبی مانند فشار خون و افزایش سطح کلسترول به حساب می آید. گوشت قرمز حاوی اسیدهای چربی اشباع فراوانی است که وجود آنها یک عامل شناخته شده بیماری های قلبی به شمار می رود. نقرس مصرف گوشت قرمز فراوان باعث ابتلا به تشدید بیماری نقرس می شود. در بیماری نقرس مقدار اسید اوریک خون بالا می رود و رسوب کریستال های اسید اوریک در مفاصل ایجاد شده و باعث درد شدید می شود. اسید اوریک در اثر تجزیه پروتئین ها ایجاد می شود و گوشت قرمز منبع کاملی از پروتئین است. و اما مضرات مصرف مرغ ماشینی. مرغ ماشینی به علت اینکه 40 تا 45 روز اجازه خوابیدن پیدا نمی کند، بدنش مملو از اسید لاکتیک است. غذاها و داروهایی که به مرغ می دهند در نسوج مغز و استخوان مرغ رسوب می کند. سعی کنید پوست مرغ را نخورید. مرغها با دانه های غنی شده به سرعت رشد کاذب پیدا کرده و پروسه طبیعی رشد خود را طی نمی کند. بدین ترتیب کیفیت آنها بسیار کاهش می یابد. مرغ های ماشینی از نور آفتاب محروم هستند که با سبب نزول کیفیت گوشت آنها می شود. آنتی بیوتیک های متنوع به مرغ ها خورانده می شود که سبب ایجاد مقاومت میکروبی در بدن انسان می شود. و مضرات مصرف ماهی. همچنین ماهیان دریایی به علت آلوده بودن دریاها به پسابهای صنعتی احتمال انتقال مواد سمی از قبیل جیوه به انسان را دارند. توصیه شده بیش از 2 یا 3 بار در هفته ماهی نخورید. و اما نکاتی درباره نحوه بسته‌بندی و نگهداری گوشت قرمز. در مرحله اول باید در خرید گوشت دقت کنید و گوشت سالم خریداری کنید، زیرا اگر گوشت خریداری شده کیفیت نداشته باشد هیچ ارزشی ندارد. توجه کنید که گوشت باید دارای مهر دامپزشکی باشد و در کشتارگاه مجاز کشته شده باشد. پس از فروشگاه‌های معتبر که گوشت را در محیط سردخانه نگهداری می‌کنند خریداری کنید. اگر قصد دارید گوشت را در یخچال نگهداری کنید، باید آن را به همان شکلی که خریداری کرده اید و بسته‌بندی شده است در یخچال نگهداری کنید، که در این صورت به مدت 2 تا 4 روز می توانید از آن نگهداری کنید. اما اگر گوشت را تمیز، خرد و در کیسه‌های پلاستیکی قرار دادید، به مدت 2 روز می توانید در یخچال از آن نگهداری کنید. اگر قصد دارید برای طولانی مدت از گوشت نگهداری کنید، باید آن را در فریزر قرار دهید. به این طریق که ابتدا گوشت ها را به قطعات کوچک و نازک تقسیم کرده و بعد شروع به شستن آن کنید. بعد از شستن گوشت آن را در آبکش قرار دهید تا آب آن خشک شود و سپس به میزان مصرف در کیسه های پلاستیکی بسته‌بندی کنید و کاملا هوای داخل آن را خارج کنید تا گوشت قاش نزند و بلافاصله درون فریزر قرار دهید. توجه داشته باشید که قطعات گوشت نازک و حجم آن کم باشد تا سریع در فریزر منجمد شود، زیرا اگر حجم گوشت زیاد باشد باعث می شود تکه های درونی دیرتر منجمد شود. گوشت قرمز در دمای منفی 12 درجه سانتیگراد به مدت 6 ماه و در دمای منفی 18 درجه سانتیگراد به مدت 10 ماه قابلیت نگهداری دارد. هنگام استفاده از گوشت منجمد شده باید ابتدا آن را در یخچال قرار دهید تا از حالت انجماد خارج شود، سپس بلافاصله پخته شود.
اگر از مایکروویو برای از بین بردن انجماد گوشت استفاده میکنید، باید بلافاصله گوشت پخته شود. امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. لطفاً با نظرات ارزشمندتون ما رو یاری کنید.